کاور بود، میشه چی پلیس مخفی بود مثلا مخفی. و اینجوری بود که حالا خیلی داستان. اصلا میگم در مورد اسم تنر اینجا مشاهده میکنید که من نوشتم تنور به انگلیسی تنور چیزه مگه مال موسیقی نیست تنور، این هم اسم دیگه که من جا اشتباه تنر هست. یکم به اسما دقت کن، اسم من چیه؟ جان تتر. نه واسه ده فکرم تتر رمز عرض شدی و یاروز کریپتو کارنسی شد. ببندیم بریم اسم کاراکتر رو نمیتونیم بفهم اسمانه مفتده. خب آره داستان ایشون بود بعد که اومده بود تحت مثلا اندرکاور مخفی و اینا، یه سری خانواده های خلافکاری بودن در سطح شهر و این میره مثلا یه خانواده بودین دشمنش بود دشمن و ساختنش اصلا یه داستانکی هم داده. و حالا یکی از جذابیت هایی که داشت بازی درایور بود که تو شهرهای مختلف هی میبردتت، مثلا نسخه یکیش تو چهار تا شهر مختلف لس آنجلس و سان فرانسیسکو و نیویورک و میامی بله جریان داشت اینجوری. یه چیزی قبل از اینکه حالا بریم سراغ درایور دو الان نمیری خواستم راجع به خود ریفلکشن بگم نمیری. حالا ویژگی گیم پلیش چی بود؟ گفتیم که حالا شما من از ماشین نمیتونستی پیاده شی اینا، ولی یه سری حالتهای خاص داد. مثلا چی؟ به شما یه ماموریتی میداد، یکی از خفن‌ترین چیزاش فکر میکنم باید این بوده باشه واسهتون که ماموریتو که انجام میدادی بعد فیلمش رو سیو میکرد بعد میداد خودت ادیت کنی با زاویه دوربینی که دوست داری. دایرکتور مود. اصلا این ویژگیش یکی از عجیب حالا نشون میدیم موقع بازی. بچه مردم میمرد خوشی تو اینو اصلا. بعد میگم حالا بازی خودتو ببینی دوباره. آره خود فیلم شد رضا. یه حالتی داشت این اصلا نشون میده دیگه به خاطر اینکه اینقدر اینا دوست داشتن فیلمو و صنعت سینما و هالیوود رو قشنگ میتونی سیو ریپلی کنی. بعد خودش یه حالت اوتو دایرکتور داشت. آره اگه آره و اصلا یکی از چالش ها این بود که تو خوشکل بازی کنی که بعداً ریپلیت رو ادیت کنی. مثلا یه قابلیت داره به نام برن اوت بهش میگن، حالا ما بهش میگیم تیک آف که میچرخه دود از ماشینت میاد، این هیچ تأثیری تو گیم پلی بازی نداره ولی خوشگله. ولی خوشگله تو مثلا برای شروع اولین کاری هم که توی ترینینگش انجام میدی همین برناته، برای شروع اینجوری میکنی بعد یا تیک آف میکنی میری. بعد این داستان دوست داشتم که هر چقدر مثلا این حالت سینمایی توی بازی بود ولی به قول تو همونطور این کمکت میکرد که تو خوشگلتر بازی کنی. آره که جلوهای آره که مثلا حالا سکانس‌های خوشگلتری برای خودت ضبط کنی. آره که پوز بدی مثلا رفیقت نشون بده بگی ببین ببین عجب دستی کشیدم. آره. واقعا هم آخه یه داستانی که هست این بازی ها پوز دادن هم داشت، یعنی حالا من اینو که بازی نکردم ولی اگه نید فور اسپید رو میتونستید تموم کنید شما واقعا آدم عجیب غریبی. همین گواهی نامه آره همین گواهی نامه درایور اصلا یکی از آیکونیک ترین یکی از معروف ترین همین بازی توتوریالش رو همین مقدار بررسی کردم گفتم کار من نیست. میبینیم حالا ما هم میبینیم خیلی نه واقعا سخته حالا اینقدرم تأخیرت میکنه. آره. اولش باش میده اول بازی کیه بغلت نشسته خودتی یکی بغلته اون یکی میخواد استخدام کنه. آره هی بابا اینجا ازش ماشینمو داغ کرد تو پلیسی میخوای بری یواشکی یه جایی اندرکاور بری خودتو چیز چی دیگه جا استخدامت کنه. اینم یه سری بهت لیست میده میگه این کارا رو تو این چند ثانیه بکن. یه دقیقه تایمش رو یادم رفته بود نمیستم تایم داره. من جوری بودم نمیشه من همه این کارا رو نمیرسم انجام بدم. بعد آخرش اگه موفق نشی بعد سه بارم بیشتر نمیتونی بزنی در ایرور کنی. آخرش اگه موفق نشی بهت میگه که خواستم برم سوپرمارکت خرید کنم زنگ بهت بزنم. قشنگ فلان که اینجوریه که اگه این بیسیک بازی رو نمیتونی یاد بگیری بازی نکن بقیهش هم نمیتونی بازی کنی. دقیقا اینجوری زیباست. حالا غیر از اینها حالا تو سریالش رو